اعتصاب کارگران راهن در سیرجان و بستن مسیر راهن. حمله نماینده خامنه ای در سپاه به آخوند روحانی. هشدار سفیر آمریکا در یمن نسبت به دخالت‌های رژیم ایران. سلام می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز، توجهتون رو به خبرهای این ساعت در یک نگاه جلب می‌کنم. کارگران راهن ایستگاه احمدآباد تزرج‌کهه سیرجان روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و مزایا در مسیر قطار دست به اعتصاب زدند. کارگران اعتصابی نوشته‌هایی در دست دارند که روی آن نوشته شده است: سفره ما نان ندارد، امنیت شغلی نداریم، ما گرسنه‌ایم. تعدادی از نانوایی‌ها در رشت، قم، تبریز و اردبیل و برخی دیگر از شهرها به خاطر نبودن آرد و بیکفایتی کارگزاران دزد و غارتگر رژیم در حال تعطیل شدن هستند. قیمت سکه در بازار ایران حدود 20% افزایش پیدا کرد و به مرز 4,700,000 تومان رسید. به گفته محمد محمدولی، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه، قیمت‌ها در این چند روز به صورت روزانه افزایش یافته که مهمترین دلیل آن نوسانات دلار در این هفته گزارش شده است. آخوند عبدالله حاجی، نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران، طی سخنانی در بجنورد با حمله به آخوند روحانی گفت: نرمش باید با مردم باشد، نه با کشورهای اروپایی و آمریکا. اعتماد مسئولان به اروپا و آمریکا هزینه های زیادی را به مردم تحمیل کرده و حالا اقدامات سکولارهای داخلی به نحوی نقش پیاده نظام دشمنان نظام و انقلاب را ایفا می کنند. دادگاه جنایی مرکزی لندن یک بمبگذار ایرانی تبعه انگلستان را که هنگام توطئه برای بمبگذاری دستگیر شد، اول مارس محاکمه می‌کند. وی که فاتح عبدالله نام دارد و 33 سال است، در ماه دسامبر دستگیر و متهم به خرید مواد منفجره شده بود. او متهم به تحریک 2 نفر برای انجام حمله تروریستی در آلمان است. ماتیو تولر، سفیر آمریکا در یمن، در دیدار با معمر الریانی، وزیر اطلاع رسانی یمن گفت: رژیم ایران تلاش می‌کند از راه پشتیبانی مستمر از شبه نظامیان حوثی ثبات منطقه را برهم بزند. در این دیدار وزیر اطلاع رسانی یمن از آمریکا خواست شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و با آنها همچون گروهی تروریستی تنظیم کند، زیرا این شبه نظامیان انواع جنایت‌ها را در حق شهروندان یمنی مرتکب شدند. به گزارش سایت کاخ سفید، ویکتوریا کوتس، معاون دستیار رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد واشنگتن قصد دارد به فشار خود بر رژیم ایران ادامه دهد. وی با اشاره به اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم ایران نوشت: به دستور رئیس جمهور ما کارزار فشار حداکثری را در اولویت نخست قرار داده ایم و با این کار فشاری بی‌سابقه به اقتصاد ایران وارد کرده ایم تا این رژیم ناچار شود تصمیماتی دشوار اتخاذ کند. آتش‌سوزی در یک ساختمان چند طبقه در یک محله قدیمی و تاریخی داکا، پایتخت بنگلادش، حدود 70 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. این آتش‌سوزی شب گذشته در ساختمانی صورت گرفت که یکی از طبقاتش محل نگهداری مواد شیمیایی قابل احتراق بود. با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری، خدا نگهدار.